وقتتون بخیر. بیننده خبر بامدادی هستید. من سمیرا قرایی هستم. ابتدا نگاهی به مهمترین عناوین خبری. ادامه ابهام درباره کیفیت محصولات کشاورزی صادراتی. مسئولان میگویند مشکلی نیست، مردم اما در پی اطمینان از کیفیت میوه‌های مصرفی اند. همزمان با آغاز مذاکرات احیا، مشاور تیم ایران میگوید ضرب الاجل‌های برجامی هیچ ارزشی ندارند. آمریکا میگوید آماده است و با اراده تا به سراغ دیگر گزینه‌ها برود. اسیدپاشی دوباره به زنان. یک مرد به زنانی که در شهریار ورزش صبحگاهی می‌کردند با اسید حمله کرد. و تجمع بازنشستگان و معلمان تهران در مقابل مجلس. در سایر شهرها هم معترضین مقابل صندوق‌های بازنشستگی تجمع کردند. دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در واکنش به برگشت خوردن محصولات کشاورزی آن را یک سوء تفاهم ساده خوانده. علی اکبر علیزاده میگوید یک هیئت ایرانی به روسیه رفته تا این مشکل را حل کند. به گفته علیزاده محصولات کشاورزی ایران هیچ گونه آلودگی ندارند. همزمان یکی از اعضای هیئت علمی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی سالم نبودن محصولات کشاورزی را تایید کرده. رسول کتخ دایی به خبر آنلاین گفته است آفتکش‌ها و کودهای شیمیایی در بعضی از محصولات از مقدار مجاز بالاتر بودند. حسین قاضیان جامعه شناس از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای قاضیان، این خبر به لحاظ روحی چه تأثیری میتونه بر جامعه داشته باشه و از چه طریقی میتونه که یک اضطراب اجتماعی ایجاد بکنه؟ دست کم از دو طریق من فکر می‌کنم میتونه چنین استرابی رو ایجاد کنه. یکی احساس مستمر ناامنی در مورد قضا و دوم سردرگمی و ابهام در مورد حقیقت. میدونید قضا یک چیزیست که ما هر روز و در تمام طول روز باش سر و کار داریم. از صبح که بلند میشیم صبحانه میخوریم تا وقتی که از خودمون میپرسیم نهار چی بخوریم یا شام چی بخوریم. بنابراین وقتی ما از امنیت یا سلامت غذا مطمئن نباشیم، این ناامنی در تمام طول روز و در مورد هر چیزی که میخوریم ممکنه با ما همراه باشه و این در تمام روزهاست. بنابراین یه ناامنی مستمر در طول زندگی که هر لحظه ممکن تجربهش کنیم و این اضطراب فوق‌العاده‌ای میاره، در خانواده منتشر میشه و هر کسی رو به نحوی تحت تاثیر قرار میده. به علاوه ابهام هم در مورد حقیقت هست، یعنی نمیدونیم بالاخره این حرفی که میزنن درسته، تکذیبش درسته، اینایی که یه عده‌ای میگن خلاف اون خبر قبلی درسته و این هم اتفاقا به اون استراب قبلی کمک میکنه و مجموع اینها یه استرابی رو به داخل ذهن ما و روان ما، روان خانواده ها و روان همه کسانی که با غذا سر و کار دارن، که یعنی همه مردم باشن، میدونه و این باعث اون نوع از استرابی میشه که شما داشت پرسید. آقای قاضیان، بی اعتمادی بین دولت و ملت در این بین چه نقشی داره و کلن سیستم شفافسازی جمهوری اسلامی و ناکارآمدی هایی که در موارد قبلی وجود داشته مثل فرستادن گوجه به عراق و برگشت خوردنش، اینها چگونه ممکنه که روح و روان جامعه رو به ویژه در یک موضوع بنیادین مثل غذا که شما هم اشاره کردید تحت تاثیر قرار بده؟ دقیقا همون موضوع بنیادین غذاست و هم سردرگمی ابهام در مورد حقیقت، چون بالاخره مقامات جمهوری اسلامی و نهادهای جمهوری اسلامی از نظر گفتن حقیقت بی اعتبار شدن یا فوق‌العاده کم اعتبار شدن. حتی نهادهای تخصصی مثلا مثل هوانوردی، کشاورزی، انرژی، همه اینها هم انقدر حرفای ضد و نقیض زدن که بعضا مردم گمان میکنن اینها یا دروغ خواهند گفت یا حقیقت رو نخواهند گفت یا چیزهای نادقیق و نادرست میگن برای اینکه حقیقت پوشیده باشه. هر چقدر این داوری نادرست باشه، این داوری به هر حال شیوع پیدا کرده، مردم به مقامات و نهادها اعتماد ندارن و این همون سردرگمی در مورد حقیقت که ازش صحبت کردیم و این سردرگمی میدونید که چقدر ناامنی وجودی ایجاد میکنه وقتی که ما نمیدونیم درست چیه و غلط چیه. اونم در مورد همون چیزی که شما میگید موضوع بنیادین، یعنی غذا، چیزی که مستمرن ما باش سر و کار داریم و هر لحظه با ما در ارتباطه. بنابراین این بی اعتباری و لرزان بودن حقیقت رو به دنبال میاره و لرزان بودن حقیقت برای ما ناامنی و اضطراب روانی ایجاد میکنه که
در مورد این مواردی که شما گفتید و هر روز بعضن خبرهاش منتشر میشه مشاهده می. بله آقای قاضیان، پخش شایع در جامعه، در هر جامعه ای چیز عجیبی نیست. در جوامع مختلف ممکنه اینجور شایعه ها همشه پراکنده بشه، افکار عمومی رو تحت تاثیر قرار بده. فکر میکنید که در رابطه با ایران نقش جمهوری اسلامی چگونه این ممکن میتونه که جلوی این شایعه ها رو بگیره یا یک جور به هر حال آرامش روحی روانی بین اعضای جامعه ایجاد بکنه؟ بخشی از این مسئله البته برمیگرده به جمهوری اسلامی و نظام تبلیغاتیش، چون دستگاه‌های رسمی و رسانه‌های غیر رسمی نتونستن اعتماد مردم رو به اخبار و حقیقت جلب بکنن. مردم درست یا نادرست داوریشون اینه که اینا از حقیقت حرفی نمیزنن و حقیقت رو کتمان میکنن. چیز دیگری که به این بازار شایعات دامن زده، وجود رسانه‌های اجتماعی است که با تولید کنندگان بسیار زیادی روبرو هستیم که خودشون قادر به سنجش اعتبار یا حقیقت خبرهایی که رد و بدل میکنن نیستن و این خبرها به سرعت منتشر میشه در بین شبکه‌ای که افراد درش قرار دارن. این هم مزید بر علت میشه و این دوتا عامل، یعنی نبودن دستگاه‌های معتبر رسمی و رسانه‌های عمومی رسمی که معتبر باشن، اعتباری داشته باشن برای بیان حقیقت، در کنار این شبکه جدید تولید کنندگان متعدد، باعث میشه که شایعات جای خبر رو بگیرن و وقتی خبر نباشه و شایع جاش بشینه، اتفاقا به اون استرادی که ازش صحبت میکردیم هم اضافه میکنه. بله خیلی متشکرم از شما حسین قاضیان، جامعه شناس. همزمان با آغاز دور هشتم مذاکرات احیا در شهر وین، نماینده روسیه از پیشرفت غیر قابل انکار گفتگوها خبر داده. همچنین وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده که اگر طرف‌ها حسن نیت داشته باشند، امکان حصول سریع توافق وجود دارد. این در حالی است که طرف‌های اروپایی معتقدند پیشرفت مذاکرات بسیار کند است. سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه مشترک گفتند که تصمیم ندارند برای پایان مذاکرات تاریخ غیر واقع بینانه تعیین کنند. با این همه، این مذاکرات تنها تا چند هفته دیگر میتواند ادامه پیدا کند. گروه 4+1 و ایران میگویند رایزنی ها بر سر حل اختلافات اساسی، یعنی چگونگی بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ای و رفع تحریم ها آغاز شده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید هنوز برای قضاوت درباره پیشرفت مذاکرات احیا زود است. نت پرایس اعلام کرده است که هیئت آمریکایی در وین مستقر شده و منتظر است تا رویکرد ایران در این دور را محک بزند. به گفته پرایس، ایران در مذاکرات کند و در پیشبرد برنامه هسته‌ای سریع است و آمریکا اراده کرده که اگر مذاکرات به نتیجه مطلوب نرسد، به سراغ راه‌های دیگر برود. در همین حال مشاور تیم هسته‌ای ایران میگوید ایران عجله‌ای برای حصول توافق ندارد. محمد مرندی تعیین ضرب العجل برای پایان مذاکرات را اقدامی بی ارزش توصیف کرده که برای ایران تبعاتی نخواهد داشت. مرندی دست کشورهای غربی را خالی دانسته و میگوید ایران اهرم فشاری نظیر پیشرفت برنامه هسته‌ای دارد. فرمانده سنتکام میگوید برنامه موشکی ایران در قیاس با برنامه هسته‌ای به خطر بزرگتری بدل شده است. در همین حال فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران میگوید موشک‌های ایران در رزمایش پیامبر 17 نشان دادند فراتر از گنبد آهنین سپر موشکی اسرائیل را شکستند. در همین حال اسرائیل انبار کانتینرهای بندر لازقیه در خاک سوریه را هدف حمله موشکی قرار داده، انباری که به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه شامل محموله های تسلیحاتی ایران بوده. اسرائیل میگوید ایران از خاک سوریه برای موشک پراکنی به اسرائیل استفاده میکند. اما توان موشک ایران چقدر است و ایران در زمینه موشک های بالستیک کجا ایستاده؟ گزارش ببینیم از مشتبه پور محسن. پس لرزه های مذاکرات احیای برجام در گوشه و کنار جهان، علیه فعالیت های بی ثبات کننده جمهوری اسلامی، در حالی که ظاهراً به نظر می‌رسد طرفین به توافق نزدیک شدند، تحرکاتی نشان می‌دهد آنچه غرب از آن به عنوان گزینه جایگزین برجام نامی برد، بخشی از رویکرد غرب درباره احیای برجام است. رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی را بازی با آتش خوانده. به گفته او، ایران از موشک‌های بالستیک برای تهدید همسایگانش استفاده می‌کند. چند روز بعد از مانور موشکی ایران که در آن ماکت مرکز هسته‌ای دیمونا در اسرائیل هدف حمله قرار گرفت،
و یکی از عالی‌ترین مقامات نظامی جمهوری اسلامی میگوید نمایش نبوده. من اولین بار هست که به این شکل اتفاق میفته. صرف من یک نمایش نیست. شبیه سازی کامل واقعیت است که میتواند از گنبد آهنین با استفاده از مسیرهای مختلف همزمانی تعداد فراوان شلیک و انواع شلیک‌های متنوع گنبد آهنین رو بی اثر بکنه. آن سوی میدان اسرائیل برای دومین بار در سه هفته گذشته با موشک اهدافی در بندر لازقیه در سوریه را هدف قرار داد. پس از حملات متعدد به مواضع نیروهای ایران و شبه نظامیان مورد حمایتش در سوریه، ایران برای حفاظت از انبارهای تسلیحات و مسیرهای انتقال سلاح خود مناطقی را در سوریه برمی‌گزیند که تحت کنترل روسیه قرار دارد. چرا که می‌داند اسرائیل به مواضع روسیه حمله نمی‌کند. اما مقام‌های اسرائیل اعتقاد دارند ایران از طریق بندر لازقیه برای شبه نظامیان تحت حمایت خود در سوریه از جمله حزب الله لبنان تسلیحات وارد می‌کند. حالا اما اسرائیل بیخ گوش مواضع روسیه عرصه را بر نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی تنگ کرده. نخست وزیر و وزیر خارجه اسرائیل به ظاهر در مقابل توافق احتمالی نرمش نشان دادند، اما در ادامه چیز دیگری میگویند. ما مخالف توافقی هستیم که وعده نظارت واقعی بر برنامه هسته‌ای ایران و پول ایران و شبکه تروریستی ایران را نمی‌دهد. فعالیت‌ها در لبنان، عراق، سوریه و البته یمن که نگرانی شدید کشورهای منطقه را به همراه داشته، از جمله عربستان سعودی. همانطور که می‌بینید فرودگاه صنعا برای پرتاب موشک‌های بالستیک، پهپادها، سامانه‌های پدافند هوایی مورد استفاده قرار گرفت تا از این تروریست‌ها به ویژه نیروهای سپاه پاسداران ایران و کارشناسان حزب الله لبنان محافظت شود. حالا همزمان با دور هشتم مذاکرات احیای برجام، فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا می‌گوید برنامه موشکی ایران به تهدیدی فوری‌تر از برنامه هسته‌ای این کشور تبدیل شده. به گفته جنرال کنت مکنزی، ایران توان حمله دقیق به اسرائیل را دارد و میتواند حملاتی با دقت و حجم بالا در خاورمیانه انجام دهد. به تازگی وزیر امنیت و مرزبانی بریتانیا هم در مصاحبه با دیلی تلگراف از ایران در کنار چین و روسیه به عنوان سه کشور اصلی متخاصم بریتانیا نام برده که جاسوسان روی زمین، حملات سایبری، سربازان در حالت آماده باش و کارزارهای اطلاعات نادرست دارند. آمریکا هم در یک سال اخیر فعالیت‌های مؤثری علیه حملات سایبری ایران انجام داده. در کنار تحریم‌های حقوق بشری علیه سرکوبگران اعتراضات مردم در ایران، رتنامه‌های اخیر شورای امنیت سازمان ملل علیه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی هم نشان می‌دهد که غرب اگرچه برنامه‌های موشکی، فعالیت‌های بی‌ثبات کننده منطقه‌ای، تروریسم سایبری و نقض حقوق بشر را از مذاکرات احیای برجام خارج نگه داشته، اما حتی در صورت نهایی شدن توافق، غرب و همسایگان ایران در مقابل انبوه فعالیت‌های جمهوری اسلامی کوتاه نخواهند آمد. نظامی که به نظر بدون سرکوب داخلی و ایجاد ناامنی در منطقه آرام نمی‌گیرد. مجتبی پور محسن، لندن. فرشته پزشک، تحلیلگر روابط بین‌الملل از واشنگتن، از طریق اسکایپ همراه ماست. خانم پزشک، بپردازیم به آخرین تحولات مربوط به دور هشتم مذاکرات. گفته شده که یک متنی تهیه شده، یک متن تازه و واحد که در اختیار همه قرار گرفته و حالا همه روی پرانتزهای این متن که موارد اختلاف هست متمرکز شدند. سخنگوی امور خارجه آمریکا همین مسئله رو تایید کرده که در پایان دور هفتم یک تفاهم ایجاد شده بر اینکه متن پایه چه باشه، شامل چه مواردی بشه. به نظر شما یا ایران این بار در این دوره هشتم با یک متن و یک رویکرد سازنده وارد گفتگوها شده یا نه؟ ببینید، سازنده رو باید از چشم طرفین نگاه کرد. یعنی اگر از ایرانی ها بپرسین، احتمالاً همونطوری که خودشون هم بارها گفتن، مذاکره کننده ها میگن ما با رویکرد مثبتی وارد شدیم، مصممیم که به نتیجه برسیم. و حتی قبل از شروع مذاکرات طرفین ایرانی بارها گفتن که اصلا در چند هفته آینده یا تا آخر ماه دسامبر قبل از شروع سال نو
میتونیم به نتیجه برسیم، ولی در عمل اون چیزی که حداقل از طرف غربی و اروپایی ها میشنویم این هست که اون ضرورتی که در سرعت وجود داره و به دلیل اینکه زمان داره پیش میره خیلی سریع و برنامه هسته‌ای ایران داره رو به جلو حرکت میکنه، اون ضرورت رو ایران حس نمیکنه و براش چندان اهمیتی نداره. آقای مرندی هم در صحبتایی که تو گزارش شما هم بود بهش اشاره کرد که ما ضرب العجل خاصی نداریم. بنابراین به نظر میاد که سازنده بودن از طرف طرفین مختلف به شیوه متفاوتی داره برداشت میشه، کما اینکه روسیه داره میگه مثبت داره جلو میره و پیشرفت حاصل شده و سازنده بوده، ولی طرفین اروپایی و همینطور امروز از وزارت امور خارجه آمریکا شنیدیم که چندان روی کرده مثبتی نمیبینن، تحول جدی نمیبینن که رخ داده باشه. بنابراین فرق میکنه دیدگاه طرفین نسبت به سازنده بودن مذاکرات، ولی اگر به نتیجه رسیدن مسئله باشه نظر من خیلی کند داره پیش میره مذاکرات. خانم پزشک، به نگاه مثبت روسیه اشاره کردید، روسیه هم پای ایران داره از پیشرفت در مذاکرات میگه. ابراهیم رئیسی قرار هستش که در ابتدای سال جاری میلادی به روسیه سفر بکنه. اساسا نقش روسیه در این مذاکرات رو شما چطور میبینید و چرا از طرف چین که در زمینه تحریم‌های نفتی ایران از دورزن‌ترین کشورهاست ما صحبتی نمیشنویم؟ ببینید، روسیه و چین رو بعد از هم جدا بکنیم. روسیه درسته که نمیخواد که روابط بین ایران و غرب عادی بشه، ولی در این حال نمیخواد هم که پرونده هسته‌ای برنامه هسته‌ای ایران پیش بره و ایران به یک قدرت بازدارندگی یا به اون مرحله گریز هسته‌ای برسه. به همین دلیل داره تلاش میکنه که این مذاکرات به یک سرانجام برسه تا حداقل یک سری نظارت‌هایی برای برنامه هسته‌ای ایران اجرا بشه. به همین دلیل در این وسط به نظر روسیه داره تلاش میکنه که به این مذاکرات به یک سرانجام برسه. از حرف دیگه خب میدونیم ایران هم بسیار وابستگی جدی داره به روسیه. در مورد چین دلیل اینکه حرف زیادی نمیشنویم اختلافات جدی چین و آمریکا هست و به نظر میاد که چین داره سعی میکنه از ایران و وضعیت خاورمیانه در دعوای خودش با آمریکا به عنوان یک کارت بازی بسیار مؤثر استفاده بکنه. میدونیم و اتفاقا در اون مقاله دیروز نیویورکر هم بود که نگرانی آمریکا این هست که نتونه از خاورمیانه خارج بشه و اتفاقا چین داره تلاش میکنه ایالات متحده رو در خاورمیانه نگه داره، چون به نفع چین هست که به جای اینکه تمرکز روی چین و تایوان و اختلافاتی از اون دست باشه در خاورمیانه ایالات متحده درگیر باشه. از جمله در مورد ایران و میدونیم چین داره با عربستان سعودی خبر اومده بود کار میکنه روی موشک ها، برای این دستشون رو نکردن و به دلیل فاصله جغرافیایی که دارن ممکنه گریز هسته‌ای ایران اونقدر براشون غیر قابل پذیرش مثل سایر کشورها نباشه. بنابراین شرایط الان با شرایط برجام برای چین حداقل تفاوت کرده از اون های دوران آقای اوباما، ولی به همین دلیل هم صحبتی نمی کنن. اما روسیه به نظر میاد که خیلی مصر هست که ایران برگرده به تعهدات برجامش و یک ترمزی کشیده باشه بر برنامه هسته‌ای ایران، ولی تا زمانی که همه اینها روی یک صفحه نباشن با هم و به توافق نرسن طرفین اون سمت میز مذاکره، یعنی 4 به علاوه 1 به علاوه ایالات متحده در قبال ایران، تا همه اونها به یک نقطه مشترک نرسن سخت بشه تصور کرد که بشه فشاری روی ایران آورد و یا به توافق رسید که برای همه قابل پذیرش باشه، چون الان طرفین به نظر میاد که انتظارات و منافع متفاوتی دارن. بله، خیلی ممنونم از شما فرشته پزشک، تحلیلگر روابط بین الملل. در تهران معلمان و بازنشستگان معترض بار دیگر در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. در سایر شهرها نیز معترضین مقابل صندوق‌های بازنشستگی تجمع کردند. بازنشستگان و معلمان خواستار آزادی معلمان زندانی و اجرای طرح همسونسازی حقوقند. در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده اعتراض کنندگان بر علیه سیاست‌های اقتصادی، فساد دولتی و گرانی افسار گسیخته شعار می‌دهند. جزئیات بیشتر از شبنم آذر. دولت 13 اهل تصمیمات یک شبه نیست. دولت 13 دولت مردمی است، نه دولت امنیتی. درست در لحظاتی که سخنگوی دولت از غیر امنیتی بودن رویکرد دولت 13 نسبت به بحران‌های داخلی ایران می‌گوید، صدای معترضان در خیابان‌های دست کم 10 شهر ایران پیچیده. برای رفع تبعیض معلم تبعیض
بازنشستگان، معلمان و کارگرانی که نمایندگان آنها همین چند روز پیش در مقابل ساختمان مجلس در بهارستان مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی قرار گرفتند. دولت 13 اهل خبرهای تلخ صبح جمعه نیست. دولتی که خودش را اهل خبرهای بد صبح جمعه نمی داند، اما در همان آغاز کارش جمعه خونین اصفهان را به تقویم اضافه کرد و تجمعات مردم تشنه شهرهای خوزستان را با خشونت سرکوب کرد. دیوارهایی که از طرف ماموران در تجمعات کشیده می شود دیگر برای مردم تصویر هولناکی نیست. به همان اندازه که احضارها و تهدیدها بیشتر می شود، اعتراضات هم گسترده تر و شعارها تندتر شده. خواستهای به حقی که به دلیل عدم رسیدگی در دولت و مجلس حالا به شعارهای علیه کلیت نظام تبدیل شده. کشورمون آباد بشه تا وطنمون وطن بشه. شما همه چیز رو نابود کردید. وزیر کشور ایران اما میگوید دولت در مواردی که توانایی برآورده کردن مطالبات معترضان را ندارد سعی میکند آنها را توجیه و قانع کند که نمیتواند خواسته های آنها را عملی کند. اعتراف وزیر به ناکارآمدی نظام در رفع مشکلات ساختاری و زیربنایی همزمان است با اظهارات سخنگوی سپاه پاسداران که باز هم پای دیگران را به میانه میکشد و آنچه او استکبار میخواند را عامل بزرگنمایی مشکلات معیشتی و صنفی مردم میداند. نظامی که دستگاه امنیتیش در کار اغناسازی یا به عبارت بهتر مرعوب سازی، دستگاه قضاییش در کار پرونده سازی و سپاهش به عنوان بازوی نظامی اطلاعاتی در کار اتهام سازی برای مردمی است که تنها برای تحقق نیافتن حقوق اولیهشان دست از اعتراض نمی کشند. شبنم آذر. یک مرد در شهریار به شماری از زنان که در حال ورزش در پارکی در شهرک مریم بودند حمله کرده و روی آنها اسید پاشیده است. به گزارش وبسایت رکنا، یکی از زنان به دلیل سوختگی ناشی از اسید به بیمارستان منتقل شده است. پلیس مدعی است که فرد اسید پاش بیمار روانی بوده و تحقیقات برای دستگیریش ادامه دارد. همچنین رکنا میگوید این مرد ماسک به صورت داشته و پشت بوته ها پنهان بوده و از پشت روی زنان اسید پاشیده و سپس متواری شده. پیش از این در سال 1393 شماری از زنان در اصفهان با اسید مورد حمله قرار گرفتند، اما هنوز عاملان آن اسید پاشی ها بازداشت و محاکمه نشدند. مهرنگیز کار، حقوقدان از تورنتو، از طریق اسکایپ همراه ماست. خانم کار، این اسید پاشی تازه که علیه زنانی صورت گرفته که در فضای عمومی داشتن ورزش میکردند به نظر شما گویای چه نکته ایه؟ آیا پیرو همون مسئله زنان و حجابه یا اینکه اونطور که پلیس مدعی شده فرد اسید پاش مشکلات روحی روانی داشته؟ خب در این مورد که ما نمیتونیم خیلی دقیق اظهار نظر بکنیم، ولی ما بر پایه تجربیاتمون اظهار نظر میکنیم. تجربیاتی که از این حکومت داریم در برخورد با زنان کشور از بلافاصله بعد از انقلاب و اینکه تأکید داشته و داره بر محدودیت‌هایی نسبت به زنان، نه فقط در خصوص حجاب و بلکه پیامدهای حجاب اجباری که عبارت است از حضورشون در ورزشگاه‌ها، در فضای عمومی، در حوزه عمومی زندگی. اون چه مسلمه این که زنان ایرانی ظرفیت و توانایی زیادی پیدا کردن مورد حتی تأیید مقامات جمهوری اسلامی در روزها و هفته‌های اخیر شده، به طوری که یک مقام گفته
هم از اینکه جمهوری اسلامی به جایی برسه در تحکیم موازین مورد نظر خودش یا اینکه سقوط بکنه، در هر دو حال این ظرفیت زنانه که اثرگذار است. بنابراین وقتی که همه این رویدادها رو با هم بهشون نگاه میکنیم، به این نتیجه میرسیم که بسیار احتمال داره که باز هم حکومت برای مرعوب کردن زنان ولو به صورت غیر مستقیم از عواملی که پشت فرمانش هستن استفاده کرده باشه، ولو که اون عوامل احتمالاً بیماران یا بیمار روانی باشه، فقط برای اینکه فضا رو ترسناک‌تر بکنه از اون چه که هست برای زنان. ولی همونطور که شما میبینید که حتی در تظاهرات اعتراضی اصناف، بازنشستگان، این زنان هستند که سخنگویی میکنند، اعتراض ها رو و شجاعانه هم سخنگویی میکنند. خیلی عجیب نیست اگر که حکومت در 43مین شاید سال از تحکیم و تصویب خودش متوجه شده که از سوی زنان خطراتی تهدیدش میکنه و باید بدترین نوع خشونت علیه اونها رو که اسید پاشیست تکرار بکنن تا فضا رو مرعوب کننده بکنن برای زنانی که میخواهند محدودیت ها رو بشکنن. بله خانم کار، بجز حالا مواردی که اشاره میکنین، روی کرد جمهوری اسلامی، همین که دستگاه قضا، قوه قضاییه به موارد قبلی رسیدگی نکرده، نظیر اسید پاشی های اصفهان، فکر میکنید این رسیدگی نکردن هم ممکنه که، یعنی این بیتوجهی قضایی ممکنه سبب گسترش این پدیده اسید پاشی شده باشه؟ حتما اینطوره. برای اینکه یادتون میاد که در مورد در اصفهان زنانی بسیار صدمه خوردن، گرفتار معلولیت جسمی، ناراحتی های روانی شدن و همکنون با وجود جرایه هایی که روی اونا انجام شده، زنانی هستند که به شدت متاثرن از اونچه که اتفاق افتاده و از اون بیش رویدادی که اتفاق افتاد که زنی به اعتراض نسبت به آمران به معروف و ناهیان از منکر عمامه آخوند رو از سرش برداشت و لگد مال کرد، هم میتونه انگیزه ای شده باشه برای اینکه افرادی رو راه بیندازند و این افراد حد اکثر خشونت رو نسبت به زنانی که مثلا در فضایی دارن ورزش میکنن اعمال کنن، تا اینکه درجه سرکوب رو بالا ببرن. ولی به نظر من سودی براشون نخواهد. خیلی متشکرم از شما مهرانگیز کار حقوقدان. بیننده و شنونده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. مروری بر مهمترین عناوین خبری. ادامه ابهام درباره کیفیت محصولات کشاورزی صادراتی، مسئولان میگویند مشکلی نیست مردم، اما در پی اطمینان از کیفیت محصولات مصرفی اند. همزمان با آغاز مذاکرات احیا، مشاور تیم ایران میگوید ضرب العجل های برجامی هیچ ارزشی ندارند. آمریکا میگوید آماده است و با اراده تا به سراغ دیگر گزینه ها برود. اسید پاشی دوباره به زنان، یک مرد به زنانی که در شهریار ورزش صبحگاهی می‌کردند با اسید حمله کرد. و تجمع بازنشستگان و معلمان تهران در مقابل مجلس، در سایر شهرها هم معترضین مقابل صندوق‌های بازنشستگی تجمع کردند. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی میگوید فقط ظرف یک هفته اخیر 10,000 تومان به قیمت گوشت اضافه شده است. به گفته علی اصغر ملکی، قیمت گوشت و سایر کالاهای اساسی به شکل ساعتی در حال افزایش است. ملکی میگوید از کشتارگاه ها بازدید کرده و برخلاف ادعای مسئولانی که میگویند مشکلی وجود ندارد، وضعیت نه تنها خوب نیست بلکه بحرانی است.
منوچهر آریانپور فرهنگ نویس و صاحب فرهنگ لغات آریانپور در سن 92 سالگی در آمریکا درگذشت. به گفته رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مترجمان ایران، این فرهنگ نویس و مترجم که سالها بود در آمریکا زندگی می‌کرد، دوشنبه ششم دی ماه درگذشت. مجموع لغت‌نامه‌های فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی آریانپور حاصل بخشی از فعالیت‌های این نویسنده، فرهنگ نویس و مترجم است. از جمله این آثار فرهنگ پیش روی آریانپور شامل فرهنگ های 7 جلدی انگلیسی به فارسی، فرهنگ 4 جلدی فارسی به انگلیسی، فرهنگ 2 جلدی گسترده و فرهنگ 1 جلدی فراگیر آریانپور است. در بخش های بعدی خبری بیشتر به زندگی و کارنامه کاری آقای آریانپور خواهیم پرداخت. درست زمانی که جهان با تکیه بر واکسیناسیون تصور می‌کرد می‌تواند تعطیلات کریسمس را به دور از قرنطینه و بستن مرزها جشن بگیرد، گونه جدیدی با شیوعی سرسام‌آور دولت‌ها را به تکاپو و مردم را به چکونم انداخت. میانگین ابتلای روزانه در برخی کشورها به 100 هزار مورد رسیده. ممکن است در فرانسه این موارد ابتلای روزانه به 250 هزار مورد نیز برسد. گزارش احمد صمدی از شیوع اومیکرون در اروپا پا تنها چند روز مانده به سال نو میلادی. موج توفنده کرونا در اروپا، شمار مبتلایان به سوی اومیکرون در برخی کشورهای اروپایی با سرعتی سرسام‌آور رو به افزایش است. در فرانسه تعداد مبتلایان شناسایی شده برای نخستین بار از عدد 100 هزار نفر فراتر رفت و آخرین آمارها از اسپانیا هم بیانگر آن است که متوسط مبتلایان به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت به بیش از 1000 مورد رسیده است. آمار نگران کننده از شیوع کرونا مقامات کشورهای اروپایی رو بران داشته تا مقررات و قوانین جدیدی رو اعمال بکنند. در فرانسه دولت بر اجرای اجباری دورکاری دست کم 3 روز در هفته سخن گفته و در آلمان هم ضمن تاکید بر تزریق دوز سوم واکسن کرونا محدودیت‌های جدیدی در حال اجراست. در روزهای اخیر هرچند مخالفان واکسیناسیون و محدودیت‌های کرونایی در چند شهر آلمان بار دیگر تظاهرات کردند، اما در اغلب شهرهای این کشور با توجه به افزایش نگرانی‌ها از ابتلا به سوی اومیکرون، تزریق واکسن از جمله دوز سوم یا همان دوز یادآوری در دستور کار قرار گرفته است. تا کنون بیش از 30 میلیون آلمانی دوز سوم واکسن کرونا دریافت کردند. خوشحالم که امروز میتونم دوز سوم واکسن کرونا رو دریافت کنم. اگر امروز تزریق نمی کردم دیگه تا پایان ژانویه امکان دریافت اون نبود. با این حال در آلمان با توجه به تصمیماتی که دولت فدرال گرفته است، تجمعات خصوصی فقط برای 10 نفر واکسینه شده امکان پذیر است. در بین افراد واکسینه نشده تجمعات حداکثر به 2 نفر محدود می شود. دیسکوها بسته خواهند شد و همه رویدادهای بزرگ از جمله مسابقات فوتبال پشت درهای بسته برگزار می شود. رستوران ها هم به افرادی خدمات می دهند که مدرکی مبنی بر واکسیناسیون یا بهبودی از بیماری کووید ارائه کنند. معتقدم اقدامات احتیاطی منطقیه و من خودم رو با اون تطبیق میدم. به نظر من این اقدامات نتیجه میده و هیچ محدودیت عمده‌ای هم در زندگی خصوصی من ایجاد نمی‌کنه. در فرانسه که نخست وزیر این کشور هشدار داده است امکان ابتلای روزانه بیش از 250 هزار نفر به کرونا از اوایل ژانویه وجود دارد، زمان تزریق دوز سوم واکسن به 3 ماه پس از دوز دوم کاهش یافته است. تجمعات بزرگ در فضای بسته حداکثر با 2 هزار نفر و در فضاهای باز به 5 هزار نفر محدود شده است. در این کشور از 3 ژانویه بارها و کافه ها برای 3 هفته تعطیل خواهند بود و کنسرت هایی که شرکت کنندگان ننشسته باشند برگزار نخواهد شد. این در حالی است که در بریتانیا که شمار مبتلایان به کرونا از آغاز همه‌گیری به بیش از 12 میلیون نفر رسیده است، بوریس جانسون نخست وزیر این کشور اعلام کرده است تا سال جدید هیچ محدودیتی اعمال نخواهد شد. احمد صمدی، برلین. سال 2021 سالی طوفانی برای اسرائیل بود، از جنگ با حماس و درگیری‌های داخلی گرفته تا تشدید تهدیدها علیه ایران و کنارگیری نتانیاهو از قدرت، رخدادی که برخی آن را انقلابی در سیاست داخلی اسرائیل می‌دانند. همکارم اشکان صفایی نگاهی دارد به مهمترین رخدادهای اسرائیل در سالی که گذشت. نفتالی بنت، یک شنبه 23 خرداد 1400، سوگند نخست وزیری نفتالی بنت در کنست و نگاه ناباورانه بنیامین نتانیاهو و نیشخند او به دولت جدید. اینجا اقامتگاه نخست وزیری اسرائیل. از سال 2009 12 سال پیاپی بنیامین نتانیاهو ساکن این خونه بود، اما در یک سال آخر نخست وزیری نتانیاهو مخالفانش هر هفته در اینجا تجمع می کردند
تجمع‌های پرسر و صدا که خواب را از چشمان نتانیاهو و خانوادش گرفته بود. دولت جدید اسرائیل ائتلافی بود از احزاب ناهمگن که با رأی موافق فقط نیمی از نمایندگان پارلمان به قدرت رسید. تنها نقطه اشتراک این احزاب توافق بر سر این بود که نتانیاهو با داشتن 3 پرونده اتهامی دیگر شایستگی نخست وزیری را ندارد. این دولت نه تنها نتانیاهو را از قدرت برکنار و دوره‌ای جدید را در تاریخ اسرائیل آغاز کرد، بلکه پس از سالها به حضور احزاب مذهبی یهودی در کابینه پایان داد و پای یک حزب عربی را به ائتلاف باز کرد. اما تشکیل دولت جدید تنها رخداد مهم سال گذشته در اسرائیل نبود. این دولت در حالی تشکیل شد که کمتر از 4 هفته از پایان جدیدترین درگیری نظامی بین اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی در نوار غزه می‌گذشت. جنگی که بار دیگر توجه رسانه‌ها را به این نقطه از ایتی جلب کرد. اینجا باب العموده، یکی از دروازه‌های شهر قدیمی اورشلیم. ماه رمضان امسال دولت اسرائیل تصمیم گرفت که به فلسطینی‌ها اجازه نده روی این پله‌ها بشینند. این موضوع با خشم و اعتراض جوانان فلسطینی روبرو شد. این خشم و اعتراض نهایتاً در 20 اردیبهشت ماه به یک انفجار منجر شد. حماس چندین موشک از نوار غزه به سوی اورشلیم شلیک کرد و بدین ترتیب جنگ 11 روزه اسرائیل با شبه نظامیان فلسطینی در نوار غزه آغاز شد. در جریان این جنگ 12 غیر نظامی و 1 سرباز ارتش اسرائیل در این سمت کشته شدند. در نوار غزه نیز 256 تن کشته شدند که بر اساس برآوردهای مختلف بین 50 تا 200 نفر از آنها غیر نظامی بودند. اما آنچه این دور از درگیری‌ها را با تنش‌های قبل متفاوت کرد، خشونت‌هایی بود که همزمان در شهرهای مختلف اسرائیل بین یهودیان و عرب‌ها در گرفت. از شهر لود در مرکز اسرائیل گرفته تا عکا در شمال کشور، شهروندان یهودی و عرب با یکدیگر درگیر شدند. در این درگیری‌های داخلی، 2 شهروند یهودی و 1 شهروند عرب کشته شدند. و برای نخستین بار شبه نظامیان کوشیدند با شلیک راکت از جنوب لبنان به خاک اسرائیل جبهه دیگری نیز علیه این کشور بگشایند. ماهای پایانی سال نیز با تشدید تهدید مقامات اسرائیلی به حمله احتمالی به ایران همراه بود. قطاری از مقامات اسرائیلی در هفته‌های اخیر به واشنگتن رفتند تا کاخ سفید را در زمینه فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی با اسرائیل هماهنگ کنند. از جمله وزیر دفاع اسرائیل که در جریان سفر خود جدول زمانی حمله احتمالی این کشور به تأسیسات اتمی ایران را نیز به مقامات آمریکایی داد. سال 2021 برای اسرائیل سالی ناآرام بود و احتمال جنگ با جمهوری اسلامی نیز بر سال 2022 سایه افکنده است. جنگی که اگر به واقعیت بپیوندد، شاید مردم اسرائیل و منطقه سال بعد بگویند دریغ از پارسال. اشکان صفایی، اورشلیم. با گذشت 17 روز از بازداشت کژال نصری، اهل روستای تنگسیر سنندج هنوز از محل نگهداری و دلیل بازداشت این فعال محیط زیست خبری در دست نیست. به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو، مأموران امنیتی این زن 26 ساله را بدون ارائه حکم قضایی در خانه پدریش بازداشت کردند. بنابر همین گزارش، پیگیری و تلاش‌های خانوادگی کژال نصری برای تماس یا ملاقات با او تاکنون بی‌نتیجه ماند. دست. موج جدید بازداشت فعالان کرد از 20 آبان سال جاری آغاز شده و به گزارش هنگاو تنها در 2 آبان آذر سال جاری جمعاً 92 شهروند کرد بازداشت شدند. در همین مدت برای 8 فعال سیاسی و مدنی کرد نیز حکم زندان صادر شده و حیدر قربانی زندانی سیاسی کرد هم اعدام شده است. همکارم شاهد علوی اینجا در استودیو همراه ماست. شاهد، جمهوری اسلامی با همه اعتراض‌ها در سرتاسر ایران داره برخورد میکنه، اما گفته میشه که دامنه سرکوب‌ها در مناطق کردنشین یا با اقوام کرد، این دامنه شدیدتری هست. آیا آمار و ارقامی وجود داره که این گفته رو تقویت کنه؟
بله، در واقع این نکته رو که سازمان حقوق بشری فالون حقوق بشر میگن مستند به آماری هست که همین سازمان حقوق بشری کرد منتشر میکنند. من نگاه میکردم برای همین موضوع، مثلا سازمان حقوق بشری هنگاو معمولا ماهانه یا فصلی آمارهایی به دست میده. وقتی آمار رو نگاه میکنیم به این جنبندی میرسیم که متناسب با جمعیت کردها در ایران به طور کلی و نسبتشون با جمعیت کلی شهروندان در ایران، فشاری که متوجه اون هست بسیار بیشتره. من اشاره میکنم به این آمار. اشاره کردید شما، ما در 9 ماه اول سال جاری خورشیدی یک مورد حکم اعدام داشتیم، یک مورد اجرای اعدام داشتیم که شما خوندید، حیدر قربانی. در همین فاصله 9 ماهه برای 62 فعال سیاسی مدنی حکم زندان صادر شده، به طور متوسط 5 سال، یعنی مجموعاً 319 تا حکم زندان صادر شده. برای 16 تا فعال حکم شلاق صادر شده، 540 ضربه شلاق در همین 9 ماهه. در همین 9 ماهه دست کم 356 فعال سیاسی مدنی بازداشت شدن، حتی برخی آزاد شدن، برخی هنوز در زندان هستند. در این همین مدت دست کم 27 کلبر با شلیک مستقیم جان باختن، 97 کلبر زخمی شدند. مرگ در زندان بر اثر بدرفتاری، شکنجه یا عدم رسیدگی درمانی برای زندانی عادی و البته سیاسی یا بازداشتی 14 مورد بوده. در این مناطق کردنشین مین هست، در اثر انفجار مین 10 نفر جان باختن، 19 نفر زخمی شدند و البته برخورد ماموران به بهانه برخورد با قاچاق کالا باعث شده که در تیراندازی مستقیم در داخل شهرها 4 نفر جان در واقع بدن و 10 نفر زخمی بشن. و این آمار نشون میده که بله، برخورد در کردستان پردامنه تر و خونین تر هست با معترضین و مردم. خب برخورد خونین تر، آماری که اشاره میکنی به این دلیل که کردها بیشتر اعتراض میکنند یا اینکه جمهوری اسلامی هزینه چندانی به خاطر سرکوب ها پرداخت نمیکنه، دلیلش چیه؟ به نظر میرسه هر دو، به این معنا که هم کردها از همون بعد از انقلاب 57 به هر حال شاید به یک معنا فعالینشون میگن که جمهوری اسلامی رو خیلی زود شناختن، مقاومت کردن، ترجیح دادن که سکوت نکنن، حالا در یک مقطعی بهشون جنگ تحمیل شد، در یک مقطعی با تظاهرات و اعتراضات ادامه یافته در این 42 سال. هم دامنه مقاومت در کردستان به یک معنا وسیع‌تر هست، به همین خاطر طبیعتاً برخورد شدیدتر هست، و همین که چون متاسفانه در فضای عمومی این تلقی وجود داره کردها جدای طلب هستن، سرکوب اونها کم هزینه‌تر برای حکومت هست. بله، خیلی متشکرم از شما. شاهد علوی در استودیو من رو همراهی می‌کرد. و ممنونم از شما که در خبر بامدادی امروز من و همکارانم رو همراهی کردید. تا بعد.